سلام بچه ها، چطوری؟ نیما وکسیز هستم. همونطور که در جریان هستید، لانچ تریلر سیزن 10 ایپکس اومد که توش لژند جدید و ابیلیتیاش معرفی شده به همراه تغییرات مپ، باف ها و نرف ها و البته LMG و گان جدید رمپیج و در واقع اطلاعات راجع به بتل پسش. با من همراه باشید. خب خیلی سریع بریم سراغ چینج مپ ورز ایج. ورز ایج میگن خیلی بالانس تر شده و خیلی زیباتر شده. حالا میریم ببینیم چرا. ریفانری ها که گرفتن از بین بردنش و به جاش کلایمتایزر گذاشتن که همطور که از تصویر میتونید ببینید، خب نمیشه گفت من اونقدر خوشحالم. من به شخصه چون اینجا پاتوقم بود خیلی میپریدم و تقریبا عادت دارم و الان تقریبا اینجا یه چیز دیگه شده که من و کلا عوضش کردن این تیکه رو. نمیتونم بگم چه حسی دارم، ولی ظاهر من از اینکه کلا برفی شده رو خیلی دوست دارم. یعنی این تیکه رو که من کلا دارم میبینم برفی شده خیلی دوستش دارم و خوشگل‌تر شده و ویژن خیلی بیشتر شده. یعنی شما یه لژندی خوب تو اون سفیدی ببینی داره حرکت میکنه، برات راحت‌تر قابل تشخیص تا مپ قبلی که در واقع سبز رنگ بود. فیچر اکستنشن اومده که میتونید ببینید که یه لاوا ریوری وجود داره، در واقع یه رودخونه از لاوا وجود داره این وسط که دو سمت اسکوادا میتونن درگیر بشن و خب دو سه تا راه ارتباطی بین لاوا هست. یکی از جای پرتنش بازیه. به چه دلیل اینو میگم؟ به خاطر اینکه راه های ارتباطی بینشون فقط پل ها هستن، مگر اینکه شما لژندی مثل اوکتین یا پاتفایندر داشته باشین که بتونه اسکواد شما رو به اون سمت بدون اینکه استفاده از پل داشته باشین جابجا کنه. در غیر این صورت اگه همچین لژندی تو اسکوادتون نباشه، تقریبا میشه گفت بدبخت این، چرا که لژند های دیگه یا اسکواد دیگه به راحتی میتونن روتیت کنن و داخل اسکواد شما رو بیارن. و اینجا اگه آخر بازی باشه و رینگ به یه سمت از این در واقع رودخانه لاوا کوچیک بشه، اون اسکوادی که داخل رینگ نیست خیلی قرار اذیت بشه، چون خیلی سخت است از این راه های ارتباطی بخوای به سمت رینگی که اسکواد انمی کمپ کرده حرکت کنی. بنابراین اگر دیدین هر موقعی که رینگ داره به این سمت کوچیک میشه و یا اگه اسکنر تو تیمتون دارین و متوجه شدین که رینگ آخر همچین جایه، به نظرم بهتره که زودتر برین و اونجا رو بگیرید تا قبل اینکه کسی دیگه این کارو انجام بده. خب گاندولاس هستش، وسیله جدید حمل و نقل بر استرایدن در اولمپیوس. وسیله جدید دادن که شبیه به تلکابین است که وسیله حمل و نقل است. به نظر من خب این که چیز تازه‌ایه بد نیست، ولی به نظرم مثل چون ترایدن نیست که بتونی دست انمی ها در بری راحت، اینجا میتونن آرکستار و گرینید و همه چی داخل اون بندازن، اولتی کاستی که بندازن، نور الان نور، قشنگ هیچ کاری نمیتونی بکنی. برای من مقدار به نظرم ریسکش بالاست، حالا باید ببینیم چه جوریه. لاوا سایفون است. خب فکتوری از بین بردن، جایی که من خیلی دوستش داشتم، و لاوا سایفون رو بردن که یک منطقه خیلی وسیع لاوا داره دور تا دورش. من نمیدونم حالا چه اتفاقاتی قراره بیفته، درگیر اسکوادش چجوری، رینگ آخر که اگه اینجا بیفته واقعا بزن بزن میشه، چون منطقه فایت خیلی کاهش پیدا کرده نسبت بالا فکتوری که هیچ جای افتادنی نداشت، ولی اینجا خب خیلی قطعا آدما دی پی اس میخورن افراد اگه داخل لاوا بیفتن و در کل ذره هیجان انگیزتر کردن این بخش داستانو. ترین یارد از بین بردن و لند سلاید آوردن. چجوریه؟ خب ترین یارد رو من خودم زیاد خوشم نمی اومد ازش، ولی خیلی خوب شلوغ بود، کاور زیادی داشت ترین یارد، ولی الان خب اینجا رو خیلی خلوت‌تر کردن، در واقع تقریبا اوپن فیلد شده و بعید میدونم مثل سابق دیگه اونقدر اینجا پلی را بپرن و جامپ کنن. آب و هواش هم تغییر دادن، آب و هوای آبی رو اضافه کردم به بازی که من خیلی از این بابت خوشحالم. نه تنها من، خیلی پلیرای دیگه با تنگ. خب به هر حال مپ واضح‌تر میشه، تاثیر داره تو روشنایی مپ و خصوص پلیرایی که FPS و گرافیک پایینی دارن داخل این بازی. تو این مپ قرمز رنگ با توجه به که زمینم تقریبا به خاطر لاوا و اینا همش قرمز بود، یه سری لژندا رو هم موومنتشون رو به سختی میشد تشخیص داد اگه گرافیکتون پایین بود، ولی خب با تغییرات جدید و روشن‌تر شدن مپ به نظر من برای کسایی که گرافیکشون هم پایینه یه مقدار اون ویژن بهتر شده. خب روتیشن های مپ رو یه نگاه بندازیم. اینجا اگه ببینیم قبلا این منطقه روتیت نداشت، گیر میافتادی کار تموم بود، ولی الان یه منطقه روتیت ایجاد کردن که هم منطقه خوب ترد پارتی هست هم منطقه خوبی برای اسکیپ. من به شخصا روز عادت ندارم با توجه به اینکه حالا همش داشتیم چند وقت بود روی این مپ داشتیم بازی می‌کردیم، حالا باید ببینیم چه جوریه، ولی خب
به نظرم زود عادت میکنی، ولی چون اوایل استریمرا خیلی میریزن و تا پلیرا که مپو یاد بگیرن توی بازی نرمال، فکر کنم چند روزی بهتره سرشون سبز نشیم اگه میخوایم بهمون خوش بگذره و بعد میتونیم بریم به راحتی بازی کنیم. گان جدید اومده به نام رمپیج که ال ام جی هستش و فایر ریتش پایینه، ولی اگه شما با ترمایت گرینیت شارژش کنید فایر ریتش بالا میره و دمیج خوبی هم داره. آلترنیتور و اسپید فایر رو به داخل کر پکیج بردن. آلترنیتور یه قابلیت داره که به شیلد دمیج بیشتری میزنه و اسپید فایر هم به در واقع قبل از نف شدنش بردن. یه میگن اینجوری خوشحالم چون اسپید فایر خیلی توسط همه پلیرها استفاده میشد و من کلا از پلیرهایی که اسپید فایر زیاد استفاده میکنن خوشم نمیاد. حالا استریمرها هم اکثرا همینجوری هم، نمیدونم چرا، احتمالاً به خاطر فایر ریت الکی زیادش و اینکه تیرم کم نمیاره دیگه، سه خشاب عوض کرد یارو هنوز داره به تیر میزنه. برادر رو بیرون آوردن دیگه، این هاپ هاپی نداره فقط و به صورت رگبار تیر میزنه. یه هاپ هاپ جدید روی وینگمن و هملاک اومده که توضیحاتش حالا اونقدر واضح نیست، با بریم تو بازی چجوریه. به این صورت است که اگه گانتون رو تو موقع تایم درست ریلودش کنید سریعتر پر میشه و عمای بیشتری توش جا میگیره. مشخص نیست دقیقاً چی، حالا تا سیزن جدید بیاد و ببینیم چطور هست. الستار تغییر میکنه، مگ بهش میخوره، انرژی مگ میخوره و هرچی لولش بالاتر باشه دیرتر داغ میکنه و همینطور برر استبلایزر میخوره بهش. گانه این مارکسمن مثل جی 7 و 30 ریپیتر دیگه استاندرد استاک نمیخوره و اسنایپر استاک میخوره. ایوایت رو نرفش کردن دیگه، فایر ریتش پایین اومده، فایر ریت خوب بالایی که الان داره دیگه نخواهد داشت و همینطور اینکه لول مگتون هیچ ربطی به سرعت ریلودتون نداره و به استاک شما ربط پیدا خواهد کرد. نکته دیگه راجع به لژند اگه با خدمتتون عرض کنم، کاستیک یه باف خورده و یه حرکت نرفانه هم زدن که به خاطر همین بافش بوده. بافش چیه؟ بافش اینه که دمیجش رفته رفته زیاد میشه، 5 6 7 میره بالا، همینطور دمیج پویزنش و کم هم نمیشه و محدودیت نداره. از اونور 5 ثانیه از دیوریشن التیمیتش کم کردن، 5 ثانیه اولتی زودتر تمام میشه. به نظر من یه ذره ظلم بود، میتونستن مثلا 2 3 ثانیه اش کنن، 5 ثانیه خیلی زیاده. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی کاستیک تقریبا باف خوبی خورده، پس حتما دوباره بازیش کنید. رونانت نرف شده، اونم از اینکه وقتی توتمتون داره دیوریشنش تموم میشه اسکواد انمی متوجهش میشه و این خیلی بده، پس بهتره توتماتونو بهتر یوز بکنید. هورایزن باف خورده، لیفتینگش وقتی رو هواین خب کنترلتون بهتر میشه و سریعتر میتونید رو هوا بمونید. فیوز دیوریشن ناکل کلاس و همون گرینیدر که در واقع با تاکتیکالش پرت میکنه دیوریشنش زیادتر شده و به نسبت هم دمیجش افزایش پیدا کرده. خب راجع به لژند جدید سیر بخوام بهتون یه توضیحات مختصری بدم، اینه که کاملا لژند اسکنر هست، یعنی همه چیش به درد اسکن میخوره. پسیوش که هارت بیت هست که از اسمش پیداست، ضربان قلب و حالا اینا رو میگیره. بهتون میگم وقتی که از تاکتیکال و التیش استفاده میکنه به چه درد میخوره. اون پسیوش تاکتیکالش سری درون رو میفرسته که جای انمی رو بهتون نشون میده و نشون میده چقدر اچ پی دارن و جلو ریوایف کردن و ایناشون هم میگیره، هیلینگ کردن و کلا همه این کارا که از این جهت خیلی خوبه. چند تا از اون درونایی که روسینش وجود داره میفرسته یه منطقه حبابی شکل یا پوشش میده و افرادی که توش سریع حرکت کنن و شلیک کنن به شما و هم تیمیاتون نشون داده میشن، ولی میتونید با شلیک کردن به اون درون از بین ببرین، مثل التیمیت هورایزن و درون کریپتو. آموزش خیلی وسیع‌تر و بهتر سی رو میذارم موقعی که لژند اومد تا قشنگ بازیش کنم ببینم چجوریه، تا نکات کلیدی و حالا حرکاتی که استریمرها احتمالاً در همون روزهای اول با سیر یاد میگیرن و میزنن و بهتون آموزش بدم تا شما هم ازش بهره ببرید. خب امیدوارم سیزن 10 زودتر فرا برسه و زودتر ببینیم چه جوری است، حالا باکا و چیزاشو زودتر پیدا کنیم. هر چی که من پیدا کنم در اختیار شما عزیزان میذارم. آموزش جامع‌تر سیر هم به محض اینکه این لژند معرفی بشه در خدمت شما عزیزان قرار میدم. ابرو بتل پس اگه بخوام باهاتون صحبت کنم، دو تا اسکین داره، اسکین لژندری، یکی اسکین برای والکری هستش و بعدی برای هورایزن و لول 100 و 110 هم اسکین لژندری ولت رو خواهیم داشت. اگه دوستان آخرین اخبار اپکس، آموزش لژند ها و کلی چیزهای دیگه راجع به این بازی مایج بتونید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید، اینستاگرام منو فالو بکنید و ویدیوها و ایده هایی که دارین درباره چه لژندی من آموزش براتون بذارم، چه نکاتی رو براتون بگم، نکات رنگ آپ کردن و هر نکته دیگه‌ای که وجود داره با من در میون بذارید تا من زودتر این کارشو براتون انجام بدم. دوستتون دارم، مرسی.